این ویدیو مخصوص شماییه که رنج میبرید ولی نمیدونید چرا. همه کار انجام دادید. نوع غذاتون عوض کردید. ورزش میکنید ولی حالتون بهتر نمیشه. هنوز نمیتونید شفافیت ذهنی داشته باشید. انرژیتون کمه. همش احساس خستگی دارید. وزنتون پایین نمیره. اون چربی دور شکم کم نمیشه. ریزش مو دارید و غیره. بله، تو این ویدیو میخوام در مورد هاشیموتو صحبت کنم. من نرگس، نرس پرکتیشنر خانواده و قلب و عروق هستم و میخوام در مورد این صحبت کنم که هاشیموتو چیه، چرا به وجود میاد، چی کار کنیم که کنترل بشه و یه سری آزمایش های خون که باید انجام بدیم که بتونیم بدونیم دلیل هاشیموتو چی هست. قبل از اینکه شروع کنیم بذار بگم همه این علائمی که گفتم و دختر خود من داشت. دختر من هاشیموتو داره و دقیقا میفهمم شما چه احساسی دارین، چون به عنوان یک مادر با این بیماری دخترم دست و پنجه نرم کردم. شاهد این بودم و دیدم که دخترم با خستگی مضاعف شروع کرد علائمش رو. بعد رفع شد مه مغزی، استرس، وسواس، همش سردش بود. بعد درست نمیتونست بخوابه، یا اگه حتی میتونست بخوابه صبح که از خواب بیدار میشد هنوز خسته بود. تبدیل شده بود به یه انسانی کج‌خلق و خلاصه اینکه یه آدم دیگه شده بود. پس من کاملا درکت میکنم. میدونم خیلی سعی کردی، نوع غذاتو عوض کردی، مکمل‌ها و داروهای مختلفی استفاده کردی، ولی هنوز حالت خوب نیست. دکترت نمیتونه بیشتر از اینکه به یه قرص لیپوتاراکسن بده کمکت کنه. هاشیموتو یعنی چی؟ هاشیموتو یه نوع بیماری خودایمنیه. بیماری های خودایمنی یعنی چی؟ وقتی که سیستم ایمنی بدن به جای محافظت از بدن به خودش حمله میکنه. حالا بستگی داره که به کدوم قسمت بدن حمله کنه. اگه به پوست حمله کنه بهش میگیم سورایسیس. اگه به روده حمله کنه بهش میگیم بیماری کرون یا اولسراتیو کولایتیس. به سلول های عصب حمله کنه میگیم MS. به مفاصل حمله کنه میگیم روماتیسم مفصلی. نوعهای دیگرش هم هست مثل لوپوس. وقتی که به غده تیروید حمله میکنه بهش میگیم هاشیموتو، که فعلا صحبت الان ما همین هاشیموتو هستش. واسه اینکه بتونیم هاشیموتو رو تشخیص بدیم باید یه آنتیبادی به اسم TPO چک بشه که اینو آزمایش خونه، که متاسفانه دکترها اینو معمولا چک نمیکنن. شما با علائم تیروید میرید پیش دکترتون، اونا یه آزمایش سطحی تیروید که معمولا فقط TSH هست رو انجام میدن، یا اگه خیلی دیگه بخوان جستجو کنن یه T4 اگه شما بپرسید یه T3 بهش اضافه میکنن، بعد به شما میگن که همه چی نرماله. خیلی موقعها اینا نرمال نشون میده، چون هاشیموتو تا حدی پیشرفت نکرده که این هورمونا تغییر کنن، ولی این مرحله دقیقا همون مرحله‌ای که باید اقدامات لازم انجام بشه که این حمله سیستم دفاعی بدن به جایی نرسیده باشه که عمل کرده تیروید رو مختل کرده باشه. میدونین چرا TPO چک نمیشه؟ چون تو طب غربی درمان بیماری تیروید و هاشیموتو یکیه، قرص لیپوتوراکسن، در حالی که این بیماری هاشیموتو کاملا فرق داره با بیماری کمکاری تیروید. پس دو مشکل اساسیه که وجود داره با طب غربی اینه که یا اینکه اصلا TPO چک نمیشه، شما رو برای هاشیموتو چک نمیکنن، فقط تیرویدتون رو چک میکنن که اوائل این بیماری اون هورمونای تیروید نرماله، تا اینکه دیگه واقعا اون حمله به غده تیروید تا حدی رسیده باشه که اون هورمونای تیروید غیر نرمال نشون بدن، اون موقع تازه به شما میگن که کمکاری تیروید دارید. یا اگه اون تیپی رو از اول چک کنن، حالا شما ازشون بخوای براتون چک کنن، ولی چون هنوز اون هورمونای تیروئیدتون نرمال هستش، هنوز اوایل کاره، به شما میگن کاری نمی‌کنیم، 6 ماه دیگه، 1 سال دیگه بیا آزمایش‌ها دوباره انجام میدیم. هر موقعی که دیدیم که هورمونای تیروئید شما از حالت عادی خارج شدن، اون موقع درمان شروع می‌کنیم که دوباره درمانشون همون یه قرص لیپوتاراکسین هستش. ببینید هاشیموتو 4 مرحله داره. بذارین 4 مرحله رو با هم دیگه بررسی کنید. مرحله اول معمولا موقعیه که TPO که همون آنتیبادی هستش شروع کرده تازه بالا رفتن و TSH T3 T4 هنوز نرمال هستش. مرحله دوم موقعیه که TPO هنوز داره بالا میره، بالا بالاتر میره، ولی هنوز TSH T3 T4 هنوز نرمال هستن. مرحله سوم موقعی که TPO همینجور در حال بالا رفتن هستش، TSH اینجا بالا رفته ولی T4, T3 هنوز نرمال هستن. مرحله 4 موقعی که TPO دوباره در حال بالا رفتن هستش،
TSH بالا رفته و اینجا T3 T4 پایین رفته. جالبه بدونید که مرحله 1 و 2 دقیقاً مرحله‌ای هستش که باید اقدامات اولیه انجام بشه، اون درمان شروع بشه که از این پیشگیری، از این حمله اساسی به غده تیروئید پیشگیری بشه. ولی طب قلبی صبر میکنه تا اینکه ما به مرحله 4 برسیم. نه تنها تی پی و آنتیبادی کلی بالا رفته، بلکه تی اس اچ، تی 3، تی 4 همه این هورمون های تیروئید از حالت عادی خارج شدن و دیگه این موقعی که مریض بیمار کاملا دچار تمام علائم کمکاری تیروئید هستش. تازه اینجا میخوان اقدامات اولیه رو شروع کنن، درمان رو شروع کنن، ولی اینجا خیلی دیره. جایی که باید شروع شده باشه درمان مرحله 1 یا 2 هستش. حالا دلیل این که اصلا هاشیموتو به وجود میاد، اصلا چرا این سیستم دفاعی بدن به خودش حمله میکنه؟ ببین، داخل بدن یه اتفاقی پیش میاد، یه چیزی میشه که بدن اونو میبینه، بعد گیج و گم میشه، نمیدونه چیکار کنه و به جای اینکه به یه چیز دیگه بخواد حمله کنه، اون رو بین ببره، به خود ما حمله میکنه، به اعضای بدن ما حمله میکنه. حالا این دلایل میتونن چیز مختلف باشن. دلایل مختلف هاشیموتو میتونه استرس مزمن باشه که یکی از شایع تریناش هستش، کمبود یه سری مواد مغزی مثل سلنیوم، روی، آهن، ویتامین د باشه، یا اینکه میتونه اصلا وجود یه سری سموم محیطی یا اینکه غذایی باشه که از طریق غذا وارد میشه. مشکل میتونه روده باشه، مثل سندروم روده نشپذیر یا عدم تعادل میکروب های روده باشه. حساسیت غذایی یادتون نره، اونم میتونه یه عامل خیلی اساسی برای هاشیموتو باشه. یه سری عفونت ها هستن، عفونت های پنهان بهش میگیم، مثل عفونت اچ پایلوری که معمولا توی معده هستش، خیلی ها علائم ندارن تا اینکه تست بشن. یا اینکه یه دلیل دیگه هاشیموتو میتونه عدم تعادل یه سری هورمون ها باشه. ببین، چند تا چیز مختلف میتونه دلیل هاشیموتو باشه، ولی مشکل اینجاست که کسی ریشه یابی نمیکنه، کسی دنبال درمان اصلی خود هاشیموتو نیست. صبر میکنیم به تیروید بزنه، کامل قده تیروید رو مختل کنه و تازه میخوایم درمان رو با قرص شروع کنیم، که این فقط یه درمان سطحی برای علائم، تازه اگه بتونه علائم رو کنترل بکنه. حالا این قرص نه تنها کمک نمیکنه به علائم، بلکه به اون حمله این سیستم دفاعی بدنم کمکی نمیکنه، جلوگیری نمیکنه و این حمله همجوری تا جای جلو میره، همینجوری میره به تخریب غده تیروید، ادامه میده تا سایز غده تیروید همینجوری کوچیکتر کوچیکتر بشه. و هر چقدر که سایز غده تیروید کوچیکتر میشه، عملکرد غده تیروید کمتر میشه و دکترتون فقط دوز داروی شما رو بالا میبره. درمانی که هیچ وقت به دلیل اصلی هاشیموتو کمک نمیکنه و بیماران همچنان به علائمشون ادامه میدن و حتی حالشون بدتر هم میشه. حالا از همه این حرفا بگذریم، میخوام اینو بگم که هاشیموتو یه بیماریه که مربوط به التهاب سلول میشه. ببینید، اینو یه سلول در نظر بگیریم. ما تقریبا 50 تا 70 تریلیون سلول تو بدنمون داریم و وقتی که سلولمون ملتهب میشه، ببینید این یه سلول هستش، این جداره سلول هستش که این جداره چربی هستش که امگا 6 خیلی بالایی داره، امگا 6 سالم خوب داره. وقتی که ببین ما روی سلول گیرنده های هورمونی داریم، مثل هورمون تیروئید، هورمون انسولین، هورمون تستوسترون، هورمون استروژن و بقیه. ما همچنین گیرنده هایی داریم که گیرنده های مواد مغزی هستن، مثل ویتامین دی و بقیه. و همچنین این جداره سلول باعث میشه که مواد مغزی وارد سلول بشن، سموم از طریق این جداره خارج بشن. تا اینجا رو داشته باشیم. ما داخل سلول میتوکندریا داریم که اون همون نیروگاه سلول هستش که انرژی رو که بهش میگیم ATP تولید میکنه و دوباره از طریق این جداره سلول خارج میشه. حالا وقتی که این جداره سلول ملتهب باشه و کارش رو نکنه به درستی انجام بده، کار این مختل میشه. یعنی چی؟ یعنی که هورمونا به درستی کار نمیکنن، غده تیروئید به درستی کار نمیکنه، ما احساس خستگی میکنیم، وزنمون بالا میره، انسولین به خوبی کار نمیکنه. وقتی انسولین به خوبی کار نکنه، قند خون بالا میره و ما میتونیم اضافه وزن پیدا کنیم، اون چربی دور شکم پیدا کنیم، تستوسترون، استروژن، اینا هیچ کدوم کاراشون به درستی نمیتونن انجام بدن. مواد مغزی وارد سلول نمیشه، سموم نمیتونن خارج بشن.
ATP اون انرژی که ساخته میشه که میخواد خارج بشه از سلول، اون انرژی بیرون نمیره از سلول و ما به خاطر همین همش خستگی مضاعف داریم. حالا چی باعث التهاب سلولی میشه و ما چطور میتونیم تشخیص بدیم که اصلا التهاب سلولی داریم؟ یکی از چیزهای شایعی که باعث این التهاب سلولی میشه نوع غذای ما هستش. روغن‌های کارخونه‌ای که خیلی پروسه شدن، که اینجا توی آمریکا بهشون میگیم سید اویلز، یعنی مثل کانولا اویل، روغن کانولا، وجتبل اویل و امثال این روغن هایی که معمولا روی شلف ها پیدا میشه، کارخونه شدن و به مدت خیلی شدید توی دمای خیلی بالا اینا پروسه شدن. اینا چون اومگا 6 فاسد دارن، میرن جایگزین این اومگا 6 خوبه جداره سلولی میشن و کار این جداره سلولی رو مختل میکنن و باعث التهاب میشن. یکی از دلایل دیگه التهاب سلولی میتونه ورود سموم به بدن بشه. این سموم میتونن فلزات سنگین باشن یا میتونن مولد یا کپک های مختلف باشن یا اینکه همون عفونت های هیدن که قایم شدن توی بدن، مثل همون اچ پایلوری که داخل معده وجود داره که بهتون یه خورده جلوتر گفتم. جالبه بدونید که 98% بیماری های تیروئید مربوط به سموم در بدن هستن. به اینا میگیم نوروتاکسینز، یعنی سموم عصبی. پس خیلی مهمه که ما برای اینکه بتونیم اون ریشه اصلی هاشیموتو رو پیدا کنیم، در درجه اول ببینیم که اصلا التهاب داره یا نه. برای اینکه میخوای بدونید که توی بدن التهاب وجود داره یا نه، یه تست خون هستش به اسم CRP. این تست نشون میده که شما اصلا اون التهاب مزمن توی بدنتون به وجود اومده یا نه. برای ریشه یابی بیماری هاشیموتو ما باید حتما تست فلزات سنگین رو انجام بدیم. فلزات سنگین مثل سرب که خب این باعث نوروتاکسیسیتی یا همون سموم عصبی هستن که این میتونه وارد مغز بشه، روی غده هیپوفیز که غده تیروید و غده فوق کلیوی رو کنترل میکنه اثر بذاره. باید حتما برای جیوه یا مرکوری چک بشه. مرکوری یا همون جیوه چیزی هستش که میتونه از طریق مادر به فرزند برسه. اگه مادر شما دندوناش رو پر کرده بود، اون ماده که برای پر کردن دندون استفاده شده بود جیوه باشه، اون جیوه از طریق بند ناف به فرزند منتقل میشه. علاوه بر اون، شرایط محیطی، غذایی، واکسن های مختلف که بیشترشون دارای جیوه هستن، همه باعث این ورود سم های مختلف میشه که داخل سلول میرن، التهاب سلولی بالا میره و همه اینا باعث گیج و گم شدن بدن میشه و سیستم دفاعی بدن شروع میکنه به خودش حمله کردن. برای ریشه یابی بقیه عوامل هاشیموتو حتما روده باید چک بشه که ببینیم که آیا ما اون عفونت های پنهان رو داریم، مثل اچ پایلوری اون رو داریم یا نه. اون سطح باکتری خوب بد بدن در چه حد حتما باید تعادل برگزار باشه. آیا ما سندروم روده نشپذیر داریم یا نداریم؟ اگه داشته باشیم اون حتما باید درمان بشه. تست های مختلف حساسیت های غذایی و در کل کسی که هاشیموتو داره، چیزایی که حتما 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 باید ازشون پرهیز کنه، شکر هستش، شکرهای مصنوعی هستش، گلوتن، تمام لبنیات ها و غذای پروسه شده مثل این کاپ آف نودل، اون چیزایی که پروسه شده برای شما آماده شده، بسته بندی شده و شما فقط این رو داخل مایکروویو میذارید و اینا، و اونا میگن غذای پروسه شده، یا الکل‌های مختلف، الکل‌های نوشیدنی. اینا چیزای خیلی بزرگ غذایی هستن که تمام افراد به هاشیموتو حتما حتما باید از این غذا پرهیز کنن. و دلایل دیگه که اولین ویدیو گفتم که میتونه باعث هاشیموتو بشه، اینا یکی یکی باید چک بشه. اگه مثبت باشن اونا باید یکی یکی درمان بشن. خب تو این ویدیو سعی کردم به صورت خیلی خلاصه این بیماری هاشیموتو رو براتون نقاشی کنم که بگم که چی هستش، چی باعثش میشه و باید چه تستایی انجام بدیم. اگه دوست داشتین که با من وان آن وان کار کنید، من توی دوتا ایالت کالیفرنیا و فلوریدا میتونم مریض بگیرم و شما میتونید راحت با من وان آن وان کار کنید. اگه اینجا تازه با من توی یوتیوب آشنا شدید، حتما پیج اینستاگرام من رو فالو کنید، توی دیسکریپشن میذارم. و اگه سوالی دارید در مورد هر چیزی زیر این ویدیو سوالاتون رو بنویسید. توی لایف های اینستاگرام من به تمام این سوال ها جواب میدم و بعد سوال ها هم همینجا توی دیسکریپشن توی زیر این ویدیو جواب خواهم داد.
امیدوارم که از این ویدیو لذت برده باشین. نوتیفیکیشن رو حتما آن کنید برای دیدن ویدیوهای بعدی.